جهانشید داد شاهکار چاغالا، داد شاهکار چاغالا. بلند شدید؟ خود زود بلند شدید فعلا قرنیز. شاهو گوش کنیم. آشنا کی شما؟ چک میت. آقا ما اینجا قبول کنی؟ خدا که قبول کرد. شما اگه قبول کنی ما اینجا اینجا تو با دوربین بودم. سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون پاشاپ شو لایف. امروز ندویدم به خاطر 8 تا ریاکشنی که قرار ضبط کنم و وظیفه اون ترشح هورمون هایی که ناشی از دویدن اتفاق میفته به دوش شماست. یعنی زیر 200 کی من امروز ویو بخورم نمیدونم بلای سرتون میارم. خلاصه خوش اومدید به یه ویدیو دیگه و اینا. لینک دیسکریپشن کیشومات دیس بک تو بک سوم از آشنا رو قراره با هم بشنویم. ما خبردار بودیم که مشکی قراره دیس بک بده به اون دوتا دیس اولی آشنا که یهو دیس سوم آشنا اومد بالا. خیلی کنریک تور داره بک تو بک میده، قشنگ کنریک دایرکتور با حالا تنزل کیفی دیگه. ولی اول اینجوری بود که مشکی پشت سر هم دیس میکرد، کلاون میکرد مثلا آشنا رو که چی شده، چرا کاری نمیکنی. آشنا سکوت کرده بود، رفته بود امتحاناشو داشت میداد و اینکه داشت یه سری دیس آماده میکرد که با دست پر بیاد. در صورت میکس و مستر با نیما کیانی بود، بیت دی ورکس، کاور مهدی سیفی. دی ورکس آشنا نیستم من با کاراشون. برو بریم دیگه. آها راستی این که ابتدایی ترین اسم و ابتدایی ترین آرت فورکو داره هم بگم دیگه. خیلی دم دستی کی شمات. تو یه ساعت جمعش کردم اینو، ولی یه دنیا تو شرف چوالی. گوش کن، عجب میکس افتضایی افشاگری. تای برنامه‌ت همینه دوباره کلک و حقه و دروغ. اوکی بعد بری زیر بیلیت تو هم رپ مثل دوچک کشیه، میخوام زیر گیریت کنم، میخوام تو چه بیت عجیبیه. اوکی بعد بری زیر بیلیت. این خیلی کوک رپه، خیلی ماب دیپیه بیت. البته درام‌لاینش ماب دیپی نیست، ولی اون نستینس و اون فضای چرک سمپلش خیلی چیزه، خیلی ماب دیپی و کوک رپی. تو هم رپ مثل دوچک کشیه، میخوام زیر گیریت کنم، میخوام تا اون جایی که بشه کل راتو ببندم، میخوام کل حرکتاتو تو سری من پیش بینی کنم. مثل تو عجیب پوری پرستویی تو جون. چرا میگی اینا رو؟ نمیدونم، داره میگه که گفت دیگه، مشخصه همه تو فهمیدی چی گفت، نیازی به توضیح من نیست. ولی بحث من اینه که چرا داری میگی که من میخوام این کارو کنم. بکن جیگرم تو عجیب شدی، کسایی که یه هدف مثل تو عجیب پوری پرستویی تو جامعه. جیگرم تو عجیب شدی، کسایی که مثل تو عجیب پر پرستویی. جیگرم تو عجیر شدی، مثل تو جامعه پورت رو بودم. مثل تو عجیب پوری پرستویی تو جامعه. جیگرم تو عجیر شدی، کسایی که یه هدف دارن باید پشتن باشن، پس چرا باید تو بیای ملتفت و دیس کنی؟ ها آشنا مروته همیشه داشت. خب مشکل داره با ملتفتی، مشکل به نظرش ملتفت بده، همونطور که فدایی هیچ کس رو دیس کرد وقتی یه هدف دارن. میرم تو کاره آماده سر جایی که دیده بیتم تو باره، قضیه بوداره اگه جون شام همیشه داشت. میرم تو کاره آماده سر جایی که دیده بیتم تو باره، قضیه بوداره اگه جون در خطره، چرا جا فرار استوری میذاری دیس بک تو راهه. ها تو قیافت همه جا هست فقط با پیج دانیال تزاد، یکی از پیجایی که به نظر میاد پیج قدیمی مثلا مشکی بوده و دیگه توشون کار دیگه توش فعالیت نمیکنه ولی هنوز ویزا پسش رو داره، یه استوری زده بود پیج دانیال آنلاین تزاد زده بود که از آشنا شکایت میشه بابت این چی؟ بابت این هویت، نمیدونم بابت این تهمت اتهام یا هم جعل هویت یا هم چیزی از مراجع قانونی پیگیری میشه اونا، که خیلی خیلی به نظر ناشیانه بود اون حرکت، خیلی اینه بدتر کرد. اگر ما 1% شک داشتیم که مشکی دانیال تزاده، دیگه شکی اون هم برطرف شد، همچنان شکی وجود نداشت. بعد اینکه داره میگه که قضیه بود داره دیگه، چطور از این ور استوری میزدی یا حالا مثلا فن پیجا میگن جون مشکی تو خطر و فیلان بیسار، بعد از اون ور مینویسی دیسپک تو راه و اینا در خطره، چرا جا فرار استوری میذاری دیسپک تو راهه. ها تو قیافت همه جا هست فقط کافیه بهم بگی که آشنا چیا میدونی، منم میزنم تو پرت میگم 2019 با قیافه خودت یه تیکه سیاسی خوندی. ها حتی اون موقع هم کاریت نداشتن، چرا بقیه رو داشتن شرح من بهت بگم چرا کاریش نداشتن؟ چون شما تا وقتی صدات به جایی نمیرسه آزادی بیان داری. کلا همه جای دنیا اینجوریه، چه کشورهای آزادتر چه کشورهای غیر آزادتر. کشورهای آزادتر هم اینجوریه، شما اگر یه صحبتی کنی به مزاج مردم خوش نیاد کنسلی، یعنی نیاز نیست مراجع قانونی پیگیری کنن و فلان اینا، واقعا مردم کنسلت میکنن.
میدونی چی میگم؟ شما کلا یه قانون کلیه، شما وقتی وقتی هیچ کس، وقتی نوبادی، وقتی هیچ صدات هیچ اهمیتی واسه کسی نداره، آزادی بیان داری. مثلا تو الان با یه عکس از با عکس خودت و اسم خودت توییت بزن، بگو مثلا حالا به یکی از این چیزایی که جامعه روش حساسه، مثلا مثل ال جی بی تی، مثل حقوق زنان، مثل هر چیزی، یه انتقاد ساده کن. اصلا من نمیگم توهین کن و من اصلا مسخره کن، نه، من میگم یه انتقاد ساده کن، هیچ کاری نداره، میگم با صحبت میکنم، فقط این انتقاد ساده کافیه تا از یه پلتفرم بزرگتر بیاد، از یه آدمی که صداش به گوشهای بیشتری میرسه بیاد، تا به خاطر همون انتقاد ساده هم کنسلش کنم، بگم که تو چون صدات به گوشهای بیشتری میرسه مسئولیتت بیشتره و فلان میزن. منطقی هم هست، یعنی شما وقت تا وقت میگم تا وقتی که صدات تا سر کوچه‌ت میرسه هر چی دوست داری میتونی بگی، اونم اگر سیاسی خونده با قیافه خودشو کارش نشه، به خاطر این بوده. اون موقع نیست دیگه. چرا حتی الان پست سیاسی تو پاک نمی‌کنی از یوتیوبت؟ فرق تو با شروین چیه ها؟ محمد تضاد صورتی نسب یه جایی اومدی جلو با... ویو البته ویو داره الان مشکی، ولی فرقش با شروین ویوه، مثلا داستان شروین فرق ویو بود. یوتیوبت فرق تو با شروین چیه ها؟ محمد تضاد صورتی نسب یه جایی اومدی جلو با دیگه رای هم نیست. من یه چیزایی از تو تیمت میدونم که نمیتونم بگم چون پشتم مثل به جای گرم نیست، ولی یه چیزایی راجع به تو میدونم که اگه بگم آبرود میدونی خیلی به چخ میره. تو چه سیاسی خونی هستی که اسمی خوره پای کارات آهنگسازتم قیافشو نشون میده؟ داداش ریاکشن ما رو نگاه میکنی؟ یه استوری بذار دیگه، اما رو استوری میکنی دمتون گرم و فلان و اینا، حرفای ما رو برمیداری میزنی بدون کردیت؟ نمیدونم کد چه دارم میگم، خودش میدونسته، خودش احتمالا توجه کرده بوده به این موضوع، یه عوض کرده الان بگه اتفاقی ها. اگه واقعا دانیال تضاد باشی حرفای من راسته و تو دیگه پرتی میشی. تو 98 خیابون نبودی تو 1400 توی میتینگ صدات میزنن که مشکی سی سی ها. آجی خود دانیال تضاد اینجوری با دقت نگاه نکرده بود میتینگ های خودشو، طرفدارات باید چشاشونو باز کنن تو کل اینترنت. میتینگ آرمین رابرینا بود بو نبودی تو 1600 توی میتینگ صدات میزنن که مشکی سی سی ها. طرفدارات باید چشاشونو باز کنن تو کل اینترنت هست عکسات پسری. من چیزی ازت هنو افشا نکردم، بخوام کنم باز برای گریه های شب دستمال بخری. تو یه مهره یه پرستویی، همه میدونن اینو، آشنا به امثال تو اش نه داداش گفتی دیگه اینا رو بیشتر داره به ایتایی که هم یعنی تکرار مکررات دیگه، یا همون چیزایی که به بهترین حالت ممکن تو دوتا دیسترک قبلیش گفت داره الان تکرار میکنه به نچندان بهترین حالت ممکن. یکی دوتا بیت باحال داشت واقعا، مثلا همین که تو میتینگ تضاد صدات میکرد، تو میتینگ مشکی صدات کردن و فلان و اینا، این چیزا باحاله، ولی دیگه بابا اوکی دیگه. اگه چیز جدید داری بسلا، اگه چیز جدید نداری کارتو کردی. بحثم اینه، من نمیگم چقدر بعد زد همه کارات بده که، اینو نمیگم آشنا، دارم میگم کارتو کردی، بشین یه گوشه لذت ببر از کاری که کردی. عمرن همون بده، تو رو هیچ وقت کاری ندارن، اگرم داشته باشم مال وقتیه که کارشون با تموم بشه. اگه بخوای این قضیه رو کش بدی یه کار میکنم. میگه تو اجیرشون پرستوشون، من هم کاری ندارم، اگر یه درصد کاری داشته باشم مقاطع میگیم که کارشون با تموم شده، تو وضعیت انجام داری دیستودی واسه شون نداری، کل کریر تو بیا غیب کنی، پول میدی کامنت بذارم برا من، و یعنی کی میکنه طرفداری توی و که فیت شدی؟ پول میده به بلاگر و ریاکشن فیک تلگرام پرستوی خوشگل من، از این جستا نگیر. پول میده به پول میده به بلاگر، یه روز یهو بزرگترین و معروفترین بلاگر رو اینا که دافولیا که داوستنش میسازن، یهو یه روز معروفتریناشو شروع کردن با تیکه دیسترک اولتیماتوم مشکی با آشنا داستانش ساختن، یهو تو یه روز، یعنی این یهو بودنش تو یه روز بودنش توجه جلب کرد، چون معمولا ارگانیک وقتی این چیزا بخواد رشد کنه کم کمه، یهو تو یه روز همه معروف ترینا با هم یهو یه موزیکو داستانش نمیذارن ازش. رسانه که سر ساعت مشخصی سرک منو جلوه بدن شفشاگری، در صورتی که من هیچ چیتو رو نکردم هنو اگه... هم یه به رسانه ها هم مثلا پول دادی که دیسترک منو بزنم با تایتل افشاگری، من نیدم اون رسانه ها رو از دراش هم من دنبال کردم. استراوا به مسیجت پست که چرا امروز ندویدی؟ چرا بنده
شرمنده. رک منو جلوه بدن شفشاگری، در صورتی که من چیتو رو نکردم هنو، اگه بکنم که بخیه به کونت خوبه. پسر خوب افشاگری برا تو لازم نبود وقتی کل اطلاعات توی گوگل بوده. سیست نگیر برا من دا، بکن تو فرار هر جا. دیدی منو بدون آشنا میکشد در آخر داشت، خجالت بکش. هشت سال ازم بزرگتری، زنگ میزنه تهدید میکنه میذاره قرار دعوا. بگو از جون ده هشتادی یا چی میخوای، بگو چرا توی دلشون فقط تو با دروغ رفتی. تو الان نباید دیسترک بری، تو باید جواب بدی، یه استوری بذار. چرا سکوت کردی؟ من اصلا کاری ندارم. چرا کاری بد ندارن؟ اون که معلومه تو دادی زرتی سوتی. تو سن تو دروغ گفتی، چرا ماسک گذاشتی در صورتی که با قیافت میگفتی مشکی بودی توی میتینگه. هیچ چیز اضافه نکرد. میگم فقط کلا یکی دو تا بیت اضافه کرد به دو تا دیسکی که به اسم سند و شب صورتی ازش داشتیم. همون حرفا رو داره تکرار میکنه دوباره، یعنی همون حرفایی که تو ورس ای که نگم اول ترک تکرار کرد و دوباره داره آخر ترک هم دوباره همون رو تکرار میکنه. خب اوکی داداش، نده ترکوندی طرفو دیگه. بعد یه استراتژی خوب یه استراتژی بد نزن دیگه آجی، خراب نکن حرکت به اون خفنی تو. ببین اصلا الان وقت دیسک نی، تو میخوای چی بگی؟ هر چی بوده اونجا سند بوده. لحنش باله. ببین جو چی میخوای بگی؟ تو باید بیای بگی چرا دروغ گفتی سن تو، چرا فیستو پوشوندی؟ تو که بدون فیست هم داشتی سیاسی تو میخوندی، کاری بهت نداشتن. خب چرا اونو کشیدی رو صورتت؟ خب معلومه دیگه، به خاطر اینکه فکر کنن بچه‌ای. گفتم بهتون دیگه، اون موقعی که سیاسی میخوند با فیسش چیکی نمیذا، کسی گوش نمیده، کسی نمیشناخت. فکر کنن دهه 80 تو دل ما دهه 80 ها بری، چون میدونی فقط تو ما ویوه، میتونی از ما پول در بیاری. به نظرم اصلا بی خیال اینا شو، بکش کنار، چون من یه چیزایی از تو تیمت میدونم که اگه رو بکنم باید فرار کنین، با گریه باید فرار کنین دستم. دو سه ساعت پیشم این رفیقت بهم زنگ زد، یه چند تا سوال پرسید، از کجا میدونی بهش راست گفتم؟ ها شیطون، از کجا میدونی بهش راست گفتم؟ خوب میفهمی که چی میگم. نگو دیگه، بذار برینه. یه سری دروغ تحویل طرف دادی دیگه، بذار دروغا رو تو دیسترکش ارائه بده، بعد یهو اکسپوز کن. چرا از الان اکسپوز کردی؟ بذار حریف خودش برینه، نه اینکه تو برینی به حریف. بابا چرا آشتا زنگ نمیزنی مشورت بگیری؟ نظر من اصلا بی خیالش، برو شمونم یه عمو سبزی فروشی، یه خاطرات شماله، یه همچین چیزی بخون، بذار دل مردم رو شاد کنی. یعنی دیگه همه تو رو شناختم، میخوای بیا چی بگی؟ الکی پول نده به رسانه، پول نده به بلاگرها، پول نده برات کامنت بذارن، ریاکشن فیک نخر. راستی تو هم افتادی تو همون چاله چیز؟ چاله ای که شاپور میگفت آردا فلان پول داده ای وگرنه از تو تعریف نمی کنه؟ به دور و بریاد. آقا یه سی بهتون بگم، یه اینقدر نه، مثلا من اگر اینقدر راجع به یوتیوب و سیستم های درآمدزایی و حالت مختلفش بدونم، تازه من اینقدر مثلا نمیدونم. اینقدر نه، اینقدر اگر بدونید متوجه میشید که نیازی به پول گرفتن شخص نیست. اصلا چرا یوتیوبر شدن خوبه؟ اصلا من چرا یوتیوبر شدم؟ چرا ملت یوتیوبر میشن؟ به خاطر اینکه آقا بالاست، به خاطر اینکه با مشتری طرف نباشن، به خاطر اینکه پول مستقیم از کسی نگیریم، به خاطر اینکه این چرخه رو حذف کنیم، به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی داره بگا میره، مردم پول دستشون نیست، ما میریم سمت کسب و کاری که نیاز نباشه پول مستقیم از آدمو بگیریم، از یکی دیگه پول میگیریم، بابت ویو پول میگیریم، بابت تبلیغات رو ویدیو پول میگیریم. یک کم اگر این مدل درآمدزایی رو بلد باشی، اینقدر این موضوع تکرار نمیشه تو رپ فارسی که ریاکشن فیک خریدی تو، این فیک خریدی. آره مثلا کامنت فیک اوکیه، چون سیستم کسی که کامنت میفروشه سیستم درآمدزایی چجوری کامنت بخره. کسی که ریاکشن ویدیو میذاره یه جور دیگه پول در میاره، کسی که کانتنت میذاره جور دیگه پول در میاره. اصلا اینقدر فقط بذارن ریاکشن فیک نخر. راستی مراقب دور و بریات باش. میگه مراقب دور و بریات باش، این روزه ایشی دهنه چفت و بس نداره، یه حواست باشه جاسوس تو تیمت دارم هم تش اضافه کرد. خب دیسترک سوم کیشومات چکمیت، همونطور که اسم سطحیه، کاور سطحیه، داشمید، همه داشمید. من اگر اینجاش تو کامنت قراره بشم هیتر آشنا، برید رکی میدوی سند رو ببینید، اونجا مثلا هیتر مشکی میگفتن برم. نه اصلا نه هیتی وجود داره، نه میگه اصلا سیستم درآمدزایی فرق داره، نه پولی کسی گرفته از کسی، نه هیچی. اینا من دارم نظر شخصیمو، همش نظر شخصی، برای از اولین بار گوش دادن میگم. هم میگم همونقدر که کاور سطحیه، اسم سطحیه، استراتژی هم سطحی بود، بیت ها هم سطحی بودن. من نمیفهمم چرا آشنا
دابل ترک استثنایی که داد و اصلا نظر ما، من تو کامنت ها میخوندم ملت مینوشتن ما اولین باریه که منتظر ریاکشن آشنا بودیم وگرنه آشنا گوش نمیدیم فلان، ملت نوشته بودن من 35 سالمه فن آشنا شدم. اصلا اون دابل ترک آشنا نظر عوض کرد نسبت بهش، بهترین پابلیسیتی ممکن بود. آخه میدونی مثلا معمولا دیسترک دادن کلاود چیسر بازی دیسترک الکی بیف معمولا سطحی ترین و دست رو شده ترین استراتژی واسه مارکتینگه، یعنی این رنگ باخته ترین استراتژی واسه مارکتینگه که مثلا اولین چیزی که به ذهن مردم میرسه بعد از اینکه میفهمن یکی رو دیس کرده و دو نفر هم دیس بازی میکنن اینه که واسه ویوه. خب خیلی سخته که تو این کارو کنی، یه استراتژی چی میگن، یه سیستم مارکتینگ رنگ باخته رو پیاده کنی. نمیگم دیس و دیس بازی فقط به بهونه مارکتینگ اتفاق میفته، نه، ولی یکی از ابزار مارکتینگ هم هست. اینکه یه استراتژی، یه ابزار رنگ باخته رو انتخاب کنی و اینقدر تمیز پیش ببریش که هیترت طرفدارت شه. یه چیزی میگم، تو کامنت ها اینقدر آدم دیدم که خرید اصلا گوش بعدشون میاد از آشنا و فنش شده بودم با اون دابل ترک که اصلا من ریده بودم تو خودم، من خودم پشمام ریخت از اون دوتا از اون دوتا ترکی داد بالا. خیلی کار خفنی کرد، خیلی چگال بود اصلا دیسترک ها. بعد دوتا روایت مختلف که مکمل هم دیگر رو پیش برد توی اون دابل ترک. اولی مثلا اینجوری بود که دستش رو کرد با یکی از پرفکت ترین دیسترک هایی بود که شنیدم، یکی از پر بیت مهم، پر شاه بیت ترین دیسترک هایی بود که شنیدم. بعد با دیسترک دوم شب صورتی اومد، اون میگم اون آتش دانیال واسه فوش، اون آتش دیگه دانیال دیگه واسه فوش دادن به آشنا رو خوابون. بابا آروم باش، اوکی دستت بو شده، بی خیال. میگیرشی میگم اون جری بودن دانیال کاست. بعد یهو میای یه دیسترک اینجوری میدی که همون حرفا رو داری میزنی دیگه، یه دو تا بیت اضافه بر بیت هایی که توی ترک سند گفته بود اینجا اضافه کرد. اینکه سن تو دروغ گفتی که گفته بود، اینکه میتینگ میرفتی و گفته بود. فقط یه توی میتینگ دانیال بدون ماسک آرمین رابر مشکی صداش میکنه، فقط این یه دونه جدیدترین اتفاق این ترک بود. به جز اون دیگه همه بیت ها همون چیزی بود که گفته شده بود. و به نظرم خوشحال کننده ترین کاری که از آشنا من این اصلا کلا تا الان دیدم و با یه کار ناراحت کننده یه خورده خوشحالیشو کاست. ولی در هر صورت فعلا به نظر من خیلی ضربه بدی زده، خیلی ضربه بدی به کریر مشکی زده. و میگم من منتظرم، واقعا منتظرم ببینم که مشکی چی برای گفتن داره، چون احتمالاً یه خود مشکی میدونه که ملت میدونن کیه، یعنی خیلی وقت میدونسته که جواب یا آماده کرده بود چیز جدیدی میخواد بگه، یا احتمالا به همون ابزارهای سیاسی و به همون اشارات سیاسی احتمالا پناه ببره و اینا. نمیدونم، منتظر میریم چه اتفاقی میفته. تبدیل تجربه نمیگم، منظرم اصلا وجود این دیسترک خیلی توجیهی نداشت بعد از اینکه دوتا دیسترک خوب ما داشتیم. ولی من بیتشو دوست داشتم، بیت مینیمال بومبپی که بومبپ، این بومبپ تر از مثلا بیت ای حسین تیه به عنوان مثال. اون بومبپ نیست، اون اولد اسکول، این بومبپ باشه. مثلا سایپرس هیلی ماب دی پی بود بیتش، من بیتشو خیلی دوست داشتم. ولی همین، شما نظرتون رو بنویسید راجع به این کاری که آشنا کرد، این ترک، این ریاکشن ویدیو. ویدیو رو اگه دوست داشتید لایک و نداشتید دیسلایک، فورگن یادتون نره تو کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره، زنگوله بغل صاحبم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی هم فورگر ای